در سالیسبری انگلستان تا به حال چند نفر بر اثر مواد سمی اعصاب بستری شدند. راز این مواد چیست؟ از کجا آمده است؟ آیا این ادامه یک عملیات تروریستی است؟ Well, we don't have confirmation yet that this is the nerve agent Novichok, which of course. Fox News. ما هنوز مطمئن نیستیم این ماده اعصاب نواچوف باشد که ممکن است در ماه مارس گذشته و حادثه هفته قبل استفاده شده بود. وجود این مواد در حمله گذشته در سالیسبری خیلی برجسته بود. یک افسر پلیس به این ماده اعصاب آلوده شده است. بیمارستان میگوید ریسک گسترده‌ای برای مردم و کارکنان بیمارستان وجود ندارد. در ابتدای امسال یک حمله به جاسوس قبلی روسی و دخترش را داشتیم. آزمایشگاه‌های نظامی در انگلستان اعلام کردند این حمله با ماده اعصاب نواچوف صورت گرفته است. آن دو در وضعیت وخیمی بودند که در مراحل بعدی بهبود یافتند. چهارشنبه هفته قبل هم یک زوج بریتانیایی با همین ماده مسموم شدند. تست هایی که روی آنها صورت گرفته بود این موضوع را تایید می کند. ولی ما هنوز نمی دانیم که این مواد از همان بسته قبلی بوده است. افسران پلیس و اداره تحقیقات ضد تروریسم تلاش می کنند مشخص کنند که آیا این از همان نوع مواد اعصاب بوده است یا نه و چگونه این زن و شوهر در معرض این مواد قرار گرفتند. امکان این وجود دارد این پلیس که درگیر این تحقیقات بوده است و این زن و شوهر را به بیمارستان برده بود در معرض تماس با همین مواد شیمیایی اعصاب قرار گرفته باشد. و سوال مهمی که الان در میان مردم مطرح است این است که آیا شهر سالیسبری ایمن است و چه موادی هنوز در این منطقه وجود دارد؟ سوالات زیادی همچنان باقی است.